یکی نوشت سلام توپل، راست میگه دیگه، هر کاری میکنیم آب درمانی و اصلا باید دست از این فکر این که بخوای لاغر بشی بکشی، چون تکون که نمیخوره هیچی، به قول شما توپل دارم میشم. ببینید بچه، مهم اون انتقادات نیست، مهم اون احساسیه که انسان با خودش میکنه. بعد یه دفعه خودش رو زیر سوال میبره، میگه چی شده، چه اتفاقی افتاده، چرا من این برخوردو کردم، چرا یه دفعه این همه حملات به من. پس یه نفر نیست، دو نفر نیست، سه نفر نیست، به قول معروف 30 نفر آدم میاد انتقاد به کسی میکنه، پس یه اشکالی در من هست دیگه. البته این سوالی که شکی که حتی انسان در رابطه با خودش میکنه خیلی خوبه، طبیعیه که آدم خودشو سری زیر سوال میبره. این همه کامنت منفی بر علیه من، این همه حرفای منفی بر علیه من، پس من یه چیزی در رابطه با من اشکال هست. و اونی که زیر سوال میبره اونجا هستش که آدم به شدت از خودش ممکنه متنفر بشه، حالتی که امروز برای لحظاتی یا حالا دقایقی خاطره به این حال دچار شد. من یاد این افتادم که سال 2005 به یه سمیناری دعوت شدم و واقعا بدون اینکه هیچ انتظاری داشته باشم، یعنی خیلی خوشحال بودم که دارم توی این سمینار میرم. نگو که این سمینار یه سمیناری بود که مال چپا بود و من این بچه ها، چون من زندان بودم و مسائلی تو زندان داشتم، اینا یه ذهنیت هایی در رابطه با من داشتن. حالا خوب شد اینا، این زخمه ها باز شد. 60 نفر تو این سمینار شرکت کرده بودم و بگم که تقریبا 60 نفر، اگر یه سری فقط اون کسایی که یه مقدار ملایم تر بودن سکوت کردن و سعی کردن یکم آرام بکنن، ولی در مجموع همشون ضد من شدن و به من حمله، یعنی یک حمله‌ای به من شد که یک هفته من مریض شدم. البته تو اون 3 روز خوب تونستم از عهدش بر بیام، یعنی جوابهایی که بدم، برخوردهایی که کردم، ولی وقتی رسیدم به هامبورگ، حالا کلیپاش هست دیگه، اولا که تو تمام مسیر حرف با هیچ کس نمیتونستم بزنم. وقتی هم رسیدم یکی از دوست پسرام اومده بود دنبال من، فقط بهش با سر اشاره کردم حرف نزن تا من برم حسابی گریه کنم. رسیدم و گریه کردم، بعدش تونستم حرفامو بزنم که این کلیپ ها رو پر کردم و اتفاقایی که افتاد. ولی منظور من اینه بچه ها، حالا از این حرفا، اتفاقای انقدر زیادی که الان برای خاطره‌ای که توی این مسیر اومده، حالا اون مسیرم اشاره میکنم، کاملا طبیعیه این اتفاقات. چرا من الان این همه مورد تعرض دیگران هستم؟ این چرا خیلی خوبه. پس 50% ممکنه به من برگرده، 50% برمیگرده به محیط اطراف من. وقتی که میخوای میپرسی، بعد میگی که خب من چه کاری کردم، چه تحولاتی، چه کار تغییراتی در من ایجاد شده که الان انقدر تیز حمله به سمت منه. این سوال رو میخوایم جواب بدیم نسبت به چندی ماه پیش. این سوال رو من اینجوری جواب میدم، ولی علت اصلی که مطرح شده، یعنی من میخوام بگم اینه که خاطره برهنه شده، برهنه روحی روانی شده. ما از برهنه، حتی برهنگی جسمی خودمون میترسیم. این واقعیت داره، ترس میاره برای دیگران، ترس میاره صداقت، ترس میاره تو اونی که بخوای خیلی اوریان مثلا برگردی بگی که به کسی که دوست پسرش هست
مثلا دوست دختر داره، بگی برای من فرقی نمیکنه، من به دوست دخترت فکر نمی کنم، اگر احساسی دارم به احساسم و بیان میکنم، من در رابطه با این مسئله نمیخوام، نمیدونم، خودم رو محدود بکنم که تو مال فلان کس هستی. حالا اون فرد چه کار بکنه اون به خودش ربط داره. من خودم تو مجامع فقط به خاطر یه همچین حرفی که زدم، حالا نه به دار بود نه به بار، اصلا نه احساسی به وجود اومده بود نه چیزی، فقط همینو مطرح کردم. حالا خاطره رفته با یه کسی ارتباط جنسی هم برقرار کرده یا نشسته یا یه هدیه گرفته یا هر چی یا هر مسئله‌ای بوده، معلومه که این مسئله خیلی بازتاب داره، اصلا خود تفکرش بازتاب داره. یعنی تو همین الان خیلی راحت نمیشی. ببینیم مثلا همین الان من فکر میکنم این کتاب مال منه، یکی بیاد این کتاب منو میخواد بگیره، یه حسی میام، میگم حس مالکیت من میاد. یه نفری میخواد بیاد اینها رو زیر سوال ببره، واکنش دیده میشه. خب برای همین تو به عنوان فاحشه من میشی، ردکور نداره، با عنوان نمیدونم کیردوست مطرح میشی، ردکور نداره، با عنوان این که نمیدونم اصلا حتی این کار رو نکنی. پس باید در این رابطه باید سکوت بکنی، بگی که شما هر جو، من این تفکرات رو دارم، این مسائل رو دارم، این اندیشه رو دارم. خب کاری که من کردم تو یه جمع ایرانی گفتم، خب بده که من این حرفا رو به شما زدم و شما مثلا یکی برگشت که بابا تو الان میای خیلی راحت، برات مهم نیستش که یه کسی زنش شوهر داره یا دوست پسر داره. گفتم خب شوهر داره، من احساسم بیان میکنم. خب اون آدم زبون داره دیگه، میتونه بگه آره یا نه. نمیخواد، میتونه بگه من اگر تعرضی به اون فرد کردم زیر سوال میره. به خاطر همین جمله‌ای که توی جامعه زنان، حالا اروپا که خیلی افتضاح‌تر از ایران، اینو بهتون بگم، این مجامع ایرانیش فسیل، اینجا جلسه تشکیل دادن، منو صدا کردن، زیبا ما میخواییم، زنا جمع شدن، همه زنا شیکان پیکان و فلان و بهمان و اینا، ما شنیدیم تو اینجوری هستی. گفتم خودم الان بهتون میگم، بله من انسانها رو در مالکیت هم نمیدونم و اگر حالا من به یک دختر خیلی جوان، یه پسری که اصلا اون پسر نه من با هم کار، همینطوری مثال زدم، دختری میخواست منو جر بده. چرا من مثال زدم؟ گفتم مثلا من به این آقا الان یه حسی پیدا بکنم، چرا باید خودم رو محدود کنم؟ تو این جلسه، تو این گروه خیلی برخورد مناسب تره، خیلی منطقی تره، خیلی اصولی تره. منو که هیچ وقت به هیچ جمعی دعوت نکرد. منم اونجا گفتم خب بابا جان، تا حالا شما فکر میکنیم مثلا منو، بابا من حسرت این به دل من مونده که منو به یه مهمونی دعوت کنم. اینا گفتم، منم گفتم حداقل امتیازش اینه که شما دیدگاه های منو متوجه شدید، مسائل منم متوجه شدید، محکم دست شوهراتونو میگیرین، محکم دست دوست پسراتونو میگیرین که کسی به اونها از دستتون نگیرید. حالا یه همچین مسئله تو گروه برای یکی از بچه های ما پیش اومده، در رابطه با شیلان که با دوست پسرش مثلا هست. حالا همایون قبلا برای خاطره یه هدیه ای داده بود و الان حاکیم بهش گفتم خاطره تو اصلا بیا بگو من اصلا عاشق همایون شدم، دوستش دارم، میخوام اصلا باش ارتباط داشته باشم. خب آقای همایون تو که چیز که نیستی که، یه آدم بالغی میتونی حرف بزنی؟ من تو گروه پرسیدم شما هیچ ارتباطی نمیخوای داشته باشی؟ گفت نه. خب تمام. حالا اگر اینجا خاطره بره دنبالش بیفته نه تو رو با خدا فلان بهمان اینجوری اونجا میتونیم بگیم، در غیر این صورت نه. خب شما نخواستید، نه اصلا من احساس خیلی قوی به همایون نوعی دارم، به دل خودمه، احساس منه،
و دلم میخواد که این احساسمو داشته باشم برای خودم. ایشونم میتونه رد کنه، هیچ وقت منو نبینه. میخوام اینو بگم که این که علت این که این مسائل تو گروه مطرح، یعنی در رابطه با خاطره، حالا شاید خیلی ها فکر کنن که من از خاطره دفاع میکنم، البته فکرشون هم درسته. من بگم چرا از خاطره دفاع میکنم، چون خاطره تو گود اومده. ما بیرون میشینیم پشت چی میگن رینگ، نمیگه بزن فلان کن، چرا اینجوری زدی، چرا اونجوری کردی، فلان کردی، بهمان کردی، همین ها رو میگی. اما اگر کسی وقتی رفت تو وسط دور گود بشی، خاطر اومده وسط، داره کتک میخوره، داره کتک میزنه، داره ضعفش مشخص میشه تو این رابطه، ضعفش مشخص میشه. خاطره یک دختر بسیار جوان نوپا تو این رابطه اومده، وقتی شما پروسه رو ببینی، کسی بوده اسمش رو توی تلگرام نمیداده، حالا داره میاد میگه که من میخوام مثلا فلان کس رو دعوت کنم، من میخوام این کار رو بکنم. حتی اگر بچه ها داره تقلید میکنه، تقلید من رو میکنه، تقلید من، تقلید امروز من اینا رو برای نونا مطرح کردم، من که اصلا خودم تقلیدی ندارم، که تقلید من تکنیک هاست. کسی بیاد این تکنیک ها رو تقلید، اصلا ما اومدیم تو گروه روان درمانیمون چی کار داریم میکنیم؟ میخوایم همین تکنیک ها رو بگیم دیگه. مثلا وقتی که شما یکی میاد ازش شرح حال بگیرید سریع، نرید رو مسئله بحث کنید فلان کنید اینا، شرح حال بگیرید، کنکرتش کنید، مشخصش کنید، بگید که این مسئله رو، اصلا این تکنیک ها رو یاد بگیرید خودتون. ما داریم حالا این تکنیک ها رو، حتی ما هم که دکتر پزشکی میخواستیم بخونیم میرفتیم، معلومه من نوعی که انترن هستم مثل میام ادای یه دکتر پروفسور رو در بیارم مثل اون نمیشم دیگه، چاقو رو میزنم اینور، چاقو رو میزنم اونجا، بالای سر من باید یه کسی باشه. تقلیدش هم باز دو خوبه، این تقلیدها تقلید عملیه، باید بیفته دیگه. مثلا من میگم برو زندگی پیجت رو پابلیک کن، خب امروز این کار رو پگاه کرد، ندیدید دی از دیشب چه بحرانی داشت، حالا خاطره دو ماه طول کشید تا این کار رو بکنه، تلگرامش رو لستین در بیاره، نه نمی کنم، نه زیبا، آدرسم رو نمیخوام کسی ببینه، نمیخوام فلان کنم، الان داره میگه زیبا من زندگی درمانی میخوام کسی که بیاد ازش یه چیزی درخواست کنم. خب خوبه، امیر داره میاد ازش پرسیده، گفته امیر تو میخواستی به مسافرخونه چقدر پول بدی؟ اونم گفته 80,000 تومان، اینم گفته 50,000 تومان بده بیا تو اتاق منو بگیر، من میرم پیش مثلا ماری بخوام. خب خوبه، حتی این تقلید که داره میکنه، بعد اینها باعث میشه که توی این مسیر ببینید، هم مسائل اقتصادی رو یاد بری، یا هدیه ها رو، ما همیشه هدیه ها رو نمیپذیرفتیم، و یکی خواسته من هدیه بدم، یا رازنداری رو. بچه شما فکر میکنید که، یه بار بچه هایی هم انتقاد میکنن، به خود منم که انتقاد میکنن، درست انتقاد میکنن خیلی وقتا، میگن زیبا مثلا یه سری چیزایی رو نمیگه، راست میگم، بعضی وقتا میترسم بگم، طول میکشه، باید کلی آی اون، منم یه آدم معمولی هم دیگه. من میگم این مسیر رو یه زیبا ناوکی در درون من هست به عنوان یه کسی که ایدئال منه، برای اون ایدئالی که رهام کرده، ولی بعضی وقتا میبینم میترسم، بعضی وقتا میبینم درنگ دارم، بعضی وقتا میبینم خب خیلی صداقت ندارم، ولی خب من دوست دارم. چرا زیر سوالم ببرید؟ چرا ذره بین بذارید؟ برای اینکه این ضعف ها مشخص بشه. ما همینطور هم، من هیچ وقت نگفتم که من آدم صادقیم، چون ادعاش خیلی بزرگه، ادعاش خیلی بزرگه، و این باعث میشه که مثلا من بگم من دارم تلاش میکنم. داریم تلاش میکنیم رازندار باشی. بعضی وقتا بچه ها میگن زیبا مثلا درنگ میکنم، میگم خب اینو فردا بگم. خب چرا درنگ میکنم؟
یه ترسایی میاد، یه ضعفایی میاد. حالا خب اینو ما میتونیم همین مسیر رو داره الان بچه های دیگه دارن طی میکنن، خاطره داره طی میکنه. نونا دیروز مریض شده بود. نونا بعد از لایوت نگفتی؟ میگه 24 ساعت من با خودم میجنگیدم که این لایوم رو من دیلیتش نکنم. چرا؟ چون داشت از خانوادهش از مسائلی رو میگفت، اسم اون زن برادرش رو میخواست بگه، حرفایی رو بزنه. اینا همش جراحی های درونه دیگه بچه ها. پس به همدیگه فرصت بدیم ضعف هامون رو بگیم به همدیگه. از اون طرف یه نکته ای رو به بچه های دیگه میگم که میگن که مثلا به هر حال شیلانی، نمیدونم سولمازی، نمیدونم هر کدوم از این بچه هایی که اومدن که سارا ایکس ایگرک فلان اینا، ببین الان نونا نوشت سخت بود. خب همه اینا رو ما واقعا گروهی که ما الان داریم بچه ها اصلا خیلی فرق کردن با یه ماه پیششون. شما بچه ها رو تو پروسه ببینید، به خود منم میگید که فرق کردم. این که بچه ها بگن که نمیدونم بابا خاله زنک بازیه، چرا دارید حمله میکنید، چه من خودم دوست دارم به من خیلی حمله کنید، حرفاتونو بزنید، یه روزی بیاید دیگه زیبا فلان این کارو کردی اون کارو کردی، من دیشب ناراحت بودم چی. حتی بدترین حرفا رو بزنه کسی. بچه یه مسئله هست، میگن که جنگ بهتر از بتالت هست. کسی که جنگ میکنه با شما بهتون ارزش قائل میشه، کسی که شما رو ایگنور میکنه براتون ارزش قائل نیست. برای همین اون کسی که میاد مستقیم حتی تلخترین حرفا رو به شما میزنه دوستش داشته باشید، چون داره براش مهمید. برای همین نذار نگید که خاله زنکیه بچه ها چرا اینا میگه. ما باید از ریزترین چیزا هم نگذاریم. زیبا تو دیروز این حرف رو زدی، نمیدونم فلان کار کرد، دیروز مگه الیاس مطرح نکرد؟ خیلی حرف رو زد. ما باید بذاریم الیاس اینو بگه، اونو بگه، اونو بگه، اونو بگه. از بین تمام حرفایی که زده اصلا بگیم 99 درصدش نادرست، 1 درصدش درست باشه بردم من. پس میتونه منو به تفکر بندازه، منو به جایی بکشونه که من درستر برخورد کنم. راز نداری مسیر، واقعا هم اشاره هم کردم ولی دوباره الان میگم، مسیر سنگینیه، خیلی سخته و ما بخوایم بیام در رابطه با خودمون، در رابطه با دیگران، به خاطر اینکه عین همون برهنگی روانیه. و این مطمئن باشید که برای دیگران خیلی واکنش های ایجاد میشه. من دیروز لایوی رو آپلود کردم، لایو چند هفته پیشم بود که گفتم تصوراتم و خوابم رو گفتم. طرف با من قطع رابطه کرده، کاری نکردم، فقط گفتم یه چیز از ذهنم ناخودآگاه گذشته، اختیارم نداشتم. در رابطه با این بوده که گفتم یه انس مثلا من دوست پسر چندین سالم، بهش گفتم که من یه حسی پیدا کردم، احساس کردم که اومدم اونجا به جای اینکه تو افتادی داری میمیری، ولی من به جای از ذهن من، حالا خودم هم اینجوری میکردم، وای این چه تصوریه، وای برو. حالا اینو دارم خودم به خودم میگم، اومدم به دوست پسرم گفتم کلیدش از من گرفت. یا مثلا فرض کنید که مادرم، گفتم مامانم من این یه همچه تصوری رو گفتم در رابطه با پسر بچه های خواهرم، من یه چیزی اومده تو ذهنم که من اینا رو از پشت بوم انداختمشون پایین. آقا محرومم کرد، من بچه های خواهرم رو نتونستم دیگه ببینم. ببینیم من مجازات شدم فقط به خاطر اینکه یک حرف، حتی یک تصور رو گفتم. میخوام بگم که اگر این مسیر بچه ها، این مسیر الان خاطره بیاد، نونا داره میاد، شیلان داره میاد، اون یکی داره میاد، ببینید چقدر باز تا پا داره. یواش یواش هممون که میایم عادی میشه. اولش تلخه، اولش ناراحتی میاره، اولش بوی تعفن داره، اولش ترس داره، بعد از یه مدتی تازه میره رایحه خوب صداقت، رایحه خوب قشنگ. بریم دیگه.
پس فعلا بای بای.